بیایم و بریم چیکار کنیم؟ یه ذره الگوریتم حل کنیم، الگوریتم های ساده تر. خب فرض کنید من بهتون میگم که دوست عزیز، مثلا به این شکل بهت میگم که دانشجوی عزیز، برو با از یه کاربر بهش بگو یه عددی بهت بده. خب یه عدد بهت بده و شما بیا برو فاکتوریلش حساب کن. فاکتوریل اون رو حساب. خب فاکتوریلش چی میشه؟ مثلا من کاربر بیاد بگه 5، میگم خب فاکتوریل 5 چی میشه؟ میشه 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. خب اول ایشون که کاملا مشخصه داره تو محور x یا کم میشه یا داره زیاد میشه، پس اینجا من حلقه فور رو خواهم داشت. یعنی اولین چیزی که تو ذهنم پیش میاد اینی که خب این داره تو محور x حرکت میکنه، پس من باید بیام اینجا یه عملیات فوری داشته باشم. خب اولین کاری که میکنم استپ به استپ، من میام چیکار میکنم؟ از کاربر یه دونه عدد میگیرم، مینویسم x into و اینجا input رو برمیگردم میگم که پلیز enter number x و میام اینجا برمیگردم میگم که خب for، میگه بله، میگم i in range از یک میخوام شروع کنم، پس x به علاوه یک و استپش هم یه دونه بره جلو. اینم اوکی، اینم از این این رنج یک، x به علاوه یک و یک. و خب من چیکار بکنم؟ ببینید اینجا من در واقع میخوام چه مدل رو پیاده بکنم؟ بگم یک ضرب در دو ضرب در سه ضرب در چهار ضرب در پنج، یا اگه بزنم 6 فاکتوریال بشه 1 ضرب در 2 ضرب در 3 حالا ضرب در 4 ضرب در 5 ضرب در 6، همینجوری اعداد مختلف بدم و فاکتوریال رو برام حساب بکنم. خب نگاه کنید آیه 1 اینجا، دفعه بعد آی میشه 2، بعد دفعه بعد میشه آی 3، دفعه بعد آی میشه 4، دفعه بعد هم میشه آی 5. اگه من 5 رو بذارم اینجا دقیقا میاد این اتفاق میفته، ولی یه نکته ای، شما 1 ضرب در 2 رو بعد دفعه قبل تو آی یه جا ذخیره بکنید، بعد این یک ضرب در 2 رو که اجازه ذخیره دارید بعد بیاید دفعه بعد با ضرب در 3 در واقع ضربش بکنید، بعد این خودش میره توی اجازه ذخیره میشه، بعد این بیاد این اتفاق و این اتفاق. خب چه اتفاقی داره میفته؟ بازم اون به علاوه مساوی یا ضرب مساوی یا منها مساوی یا تقسیم مساوی، از اینا باید استفاده بکنید. من چرا اینقدر روی اینو مانور میدم؟ ببینید اصلا اساس هوش مصنوعی در واقع بحث آپدیت کردنه، یادگیری ماشین شما یک سر آپدیت دارید. چی؟ حالا مثلا تو شبکه عصبی چی آپدیت دارید؟ وزنا رو آپدیت دارید، یعنی یک سر از این استفاده میکنید. خاطر هم میخوام مغزتون درگیر بشه، میام اینجا برمیگردم میگم خب من یه متغیر درست میکنم به نام مال تی و مقدارشم 1 میدم. ببین صفر نمیتونی به این بدی ها. چرا؟ چون اگه اینجا به این بدی صفر، این دیگه تحلیلش خیلی ساده است، بله مساوی مثلا آی بذارید یعنی چی؟ اینجا من اومدم و گفتم مالتی شما یکی، حالا اینجا شما فعلا مالتی رو به این صورت در نظر بگیرید. خب میگم ضرب مساوی یعنی چی؟ مالتی ضرب در آی. بعد هم حواستون باشه اگر اساین وجود داشته باشه تو همه زبان برنامه نویسی ایشون اول حساب نمیشون، اول این سمت میاد محاسبات انجام میشه بعد ریخته میشه تو این بر، تو همه زبان برنامه نویسی حواستون باشه. خب الان میگه خب مالتی چنده؟ یک. آی چنده؟ یک. یعنی انگار اینجا میشه چی؟ یک ضرب در یک ریخته میشه تو کی؟ تو مالتی. پس مالتی الان مقدارش همون یک مون. دفعه بعد آی میشه دو، میشه چی؟ مالتی، اینجا هم نوشته میشه مالتی ضرب در آی. خب چه اتفاقی میفته؟ آی مالتی که یک، دفعه پیش یک مون، آی چنده؟ دو. خب حالا شد مالتی چند؟ دو. دفعه بعد میام اینجا میگم مالتی ضرب در آی. خب مالتی دفعه پیش چنده؟ دوه. دوه ضرب در آی چنده؟ سه. مالتی میشه چند؟ شیش. دفعه بعد میام اینجا میگم مالتی ضرب در آی،
الان چنده؟ مالتی 6ه. الان آی چنده؟ 4ه. میشه چند مالتی؟ 24. الان میام میگم مالتی، مالتی ضرب در آی، اینجا چند میشه؟ 24 ضرب در 5 مساوی میشه مالتی با 120. بریم ببینیم واقعا این عدد رو برمیگردونه یا نه. من اینجا پرینت میکنم، برمیگردم میگم که اف مثلا فکت، همون فاکتوریال خودمون، و همین مثلا مالتی. میام اینجا و CLS رو میزنم، چند بار میزنم CLS رو میزنم و اینجا میزنم، میگه عدد رو بده، میگم 5. چند برگردون؟ 120. پس کاملا من اومدم فاکتوریال رو راحت آب خوردن حساب کرد و همین شکلی که دارید میبینید اومدم فاکتوریال رو حساب کردم. خب حالا ببینیم 6، 6 میشه 6 تا 120 تا میشه 720 تا. ببین 720 برگردم، میام میدم 10، خراب کردم، میدم 10. این همچی عددی. خب خیلی اینو هی بزرگتر بکنی خیلی سریع رشد میکنه. 11 به این صورت، مثلا 20 این عدد شد. کامپیوتر من فکر کنم چکش کردم از 30 والا رو نمیتونه حساب کنه. 25 این، 29 ایشون، 30 رو هم حساب کرد. نه کامپیوترم رشد کرده. 35 نباری کرده کامپیوترم، نه میتونه. 40 یه همچه عددی، ببینید چقدر داره هی بزرگ میشه. 50 یه همچه، چه سریع باری کرده. 60 70 نه حساب میکنه، کامند پرامپت هم داره حساب میکنه. توی وب من امتحان میکردم از 30 بالا حساب نمیکنه. خب پس به این صورت تونستم عددهای مختلف بزنم، ببینید چقدر سریعشون داره رشد میکنه. و فاکتوری رو که از اون مواردی هستش که واقعا تو ریاضیات خیلی استفاده میبره. حالا خودتون بچه‌ها که ریاضی کار کردن میدونن به چه صورته، تو اثبات ها، تو کارها، تو بحث ریاضیات. همینطوری که فاکتوریال کاربرد داره، فیبوناچی هم خیلی میتونه کاربرد داشته باشه و شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب بریم